نازل کرده یا منتقل کرده، یا بگیریم به یا بگیم که بر دلش نازل کرده، یا بگیم بر وجودش، بر ذهنش، هر چی رو بخوایم بگیم، ما انزله الله و ما الهمه الله در کشف واقع، در اعتبار و حجیت و در واقع نمایی با همدیگر تفاوت ندارند. اگه تفاوت داشته باشند در شدت و ضعف است. منتها این که حالا کدام یکی از این دوتا قوی تران و شدید تر هستن، مؤمنین بدون این که حالا دقت های لازم رو به کار برده باشن، میگن ما انزله الله اون کاشف بودنش برای واقع شدیدتر است، تامتر است، به خاطر اینکه خیالمون راحت است که خدا فرمودی این رو دیگه، وقتی خدای متعال این رو فرموده، حالا ما اگر اطمینان پیدا نکنیم به چی میتونیم اطمینان پیدا کنیم؟ بنابراین معمولا در میان عوام از مؤمنان و عالمان اعتقادشون اینه که اگر ما بگیم که عقل در کاشفیت اشد است و اتم است، اهانت به ساحت انبیا کرده ایم. در حالی که خب حالا این یک گروه، یک جمعی که معمولا میگن، اما یک جمع دیگر عرفا میگن که ما الهمه الله تامتر است، الهامات عبارت است از تعالیم الهی نازل بر قلب ولی کامل، و درجات پایین ترش هم به تعبیر دیگه کسی میتواند از الهام سهمی داشته باشد که از ولایت سهم داشته باشد. به تعبیر سوم، الهام مربوط به حیثیت ولایت انسان است، نه حیثیت نبوت. اگرچه انبیا همه ولایت هم دارن، اما این دو تا حیث کاملا متفاوت هست، و حیث امامت و ولایت اتم است و اوسع است از حیث نبوت و رسالت. به همین جهت است که حالا به زبان دینی و نقلی بخوایم بگیم، به همین جهت است که بعد از این که حضرت ابراهیم سالیان دراز این نبی بود و رسول بود، بهش میفرمایید که میخوام امتحانت کنم، امتحان اول، دوم، سوم، هر موقع موفق شدی بعد به مرتبه ولایت و امامت خواهی رسید. این یک جهت که ممکنه میان ما انزله الله و ما الهمه الله شدت و ضعف وجود داشته باشه، اون شدت هم مال وحی باشد یا بالعکس مال الهام باشد. دلیل مال الهام بودنش این هست. نکته دوم که مهمتر هست اینه که ما وقتی با وحی و با ما انزله الله و روایات روبرو که میشویم، با گزاره‌های ذو وجوه و ذو احتمالات روبرو میشویم، در حالی که وقتی با الهاماتی که در قالب‌های برهان ارائه میشود، تا زمانی که این ذو وجوه بودنش تطهیر نشود و از بین نرود، اصلا برهان نیست. اگر مقدمه اول یا صغرا، مقدمه دوم یا کبرا دارای معانی مختلف بودند، مثلا مشترک لفظی داشت، مشترک معنوی داشت، مجازات و کنایه و استعاره مانند اینا داشت، اصلا برهان نیست. برهان آن است که هم تک تک واژه ها به یک معنای روشن و صریح به کار برده شده باشد، هم مجموع اینها در یک قضیه و گزاره به گونه‌ای باشد که وجوه مختلف را نپذیرد. بنابراین وقتی ما الهمه الله رو، البته یه نکته رو در مورد ما انزله الله هم که شباهت با الهمه الله هست خدمتتون بعد خواهم گفت، ما الهمه الله رو وقتی میخوایم بیان کنیم در قالب عقل، چاره ای نداریم جز این که تمام حیثیت های ابهام و اشتراک، کنایه و مجاز و استعارش رو باید تمام اینها رو تطهیر کنیم و تنزیه کنیم به گونه ای که مقدمات بیان بشوند، بدیهی بشوند، اول روشن، حداقل واجب القبول بشوند. این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که عرض کردم که الان میگم اینه که ما انزله الله هم میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، ولی به شرط ها و شروط ها. اون ما انزله الله اولا ما انزله الله باشد، یعنی حیث سندش دیگه بحث و گفتگو نداشته باشد، کم و زیاد نداشته باشد. بنابراین آنچه را که در کتابهای آسمانی گذشته آمده است که تحریف شده است، ولی اینکه تحریف شده این معنی نیست که اینو بردن یک کتاب دیگه جاش آوردن، نه، در میان این کلمات یک کلمات دیگر هم اضافه کردن. برخی
میخوان مثلا مقاله بنویسن، مقالهشون 6000 تا کلمه نشده است، بهش میگن یک کمی اضافه کن، همین وسط همین کلمات موجود رو یه جایی کلمات مشترک رو دوباره بیاره، مترادفات رو دوباره میاره و مانند آن این 6000 تا تبدیل به 6500 تا میشود. همین اندازه هم که باشد در کتاب‌های آسمانی اگر تعدادی کلمه هم اضافه شده باشد دیگر مقدمه برهان قرار نمی‌گیرد، به خاطر اینکه سند معلوم نیست، معلوم نیست این ما انزله الله باشه. بنابراین بعد از اینکه ما انزله الله بودنش قطعی بود، حالا نوبت میرسه که آیا میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد یا نه. اگر چنان تبیین بشود، توضیح داده بشود به گونه ای که احتمال های مختلف رو نپذیرد، وجوه مختلف و دلالت های مختلف رو نداشته باشد، یا اگر دارد همه مورد بیتوجهی است و مورد التفات نیست، فقط یک دلالتش و یک ظهورش متوجه باشه، اینا مقدمه برهان میتواند باشد. بنابراین با توجه به اینکه الهامات در شکل برهان ارائه می شود، اگه کسی الهامات اطلاعات عقلیش رو همینطوری بریزه در اختیار دیگران قرار می گیره، این از کجا در این که چیزی اثبات نمی کنه، باید چارچوب دار باشه. وقتی چارچوب دار که بود، یعنی باید برسه به مرتبه بداهت یا بیم بودن و حداقل واجب القبول بودن. بنابراین از این حیث آن اندازه که ما الهمه الله اعتبار و اطمینان می آورد، ما انزله الله ممکن است چنان اعتبار و اطمینانی را نیاورد. پس اولا عقل و نقل تنها تفاوتشون در اینه، حالا اصرار ندارم که حالا اینو بهش بپردازیم که بالاخره آیا همین دو نکته رو در مورد الهامات گفتیم سخن نهایی یا نه، اینو خیلی کار نداریم. اگر چه حرف دقیقی است، عرفا هم در گذشته نکته اولی خدمتتون عرض کردم، تقریبا میشه گفت که همین عرفا گفتن که الهام مرتبهش فوق وحی است، اما در این حال اینو کار نداریم در این که الهامات الهی و آنچه که از طرف خدای متعال نازل می شود، اینها فعل الهی، فهم الهی، علم الهی و در نتیجه تبیینگرند، در این تردید نیست. پس بنابر نظریشون منبع دین هم عقل است و هم نقل است، ما انزله الله و ما الهمه الله، هر دو منبع دین هست. وقت نکته رو که ایشون مطرح میکنه که پیشینیان مطرح نکردن و جدیدترین سخن یا جدیدترین تعبیر در این زمینه است، اینه که مقصود از عقل چیست؟ این که پیوسته میگیم که عقل معتبر است، حجت است، یعنی عقل فلسفی، عقل برهانی، یا نه شاخهای دیگر هم دارد که میتواند اونها رو معتبر باشن. و اگر در یه جایی وقتی میگیم که عقل و نقل اگر در مقابل هم قرار بگیرن، عقل مقدمه است، کدام عقل مقدمه است؟ عقلی که میتواند سبب تفسیر دیگر و تأویل نقل بشود، این کدام عقل است؟ عقلی که میتواند مخصص و مقید نقل بشود، این کدام عقل است؟ میگه عقل رو اقسامش رو میگیم. اولین عقلش عبارت است از عقل تجریدی محض و برهانی، عقل فلسفی و عقل منطقی همین هست، این یک عقل، در این نمیشه تردید داشت. اون نمونه هایی رو هم که در گذشته می آوردیم از قول فقها، در این که این عقل مد نظرشون هست تردید نیست، منتها برخیشون گفتن عقل عادی هم مورد پذیرشه، اما همه در این نکته مشترکن که اگر عقل برهانی و فلسفی دلالت بر امری کند که خلاف نقل باشد، نقل یا باید تفسیر کرد، یا باید تأویل کرد، یا باید تخصیص زد، یا باید متهم به جعل کرد اگر امکان این اتهام باشد، این یه قسم. قسم دوم عبارت است از عقل تجربی. عقل تجربی خودش بر دو قسمه، آنچه که در علوم تجربی به کار می رود و اون چیزی که در علوم انسانی به کار می رود، هر دو عقل تجربی هستند. در روانشناسی، در جامعه شناسی، انسان شناسی، بوم شناسی و تاریخ شناسی که در حوزه علوم انسانی هست، اینا علوم عقلی هستند، ولی عقل تجربی و نه عقل محض برهانی. این هم یک دسته، چنان که در حوزه های علمی مثلا پزشکی، مهندسی، خاکشناسی، سنگشناسی، آبشناسی و بقیه مواردی رو که در طبیعت وجود داره، این هم عقل تجربی است و این هم یکی از اقسام عقل به معنای کلی است. خب حالا این مخصوصا خیلی اهمیت داره، این بخش از عقل، چون اون عقل قبلی، قبل اون شماره یک رو که گفتیم عقل برهانی است، اونو کسی درش اختلاف ندارد. حالا اگر کسی هم اختلاف داشته باشه، اختلاف در اینه که نزدیک این عقل نشید، اگر بیفتین تو این عقل نمیایین بیرون،
گفتن نزدیک نشوین. ولی حالا اگر افتاد داخل این عقل باید چیکار کنه؟ میتونه نادیده بگیره؟ هیچ کس نمیگه نادیده بگیره، اما چنانکه عقل دیگر هم، حالا عقل ریاضی اینا رو میگیم، این عقلی رو که الان گفتیم عقل تجربی، هم در حوزه علوم بشری یعنی علوم تجربی بشری، هم در علوم انسانی، این اهمیت ویژه داره و باید برش تأکید کرد. بر این اساس اگر این عقل عقلی باشد که بتواند منبع دین باشه، یعنی عقل روانشناسی منبع دینه، عقل جامعه شناسی منبع دینه، عقل در حوزه مدیریت منبع دینه، در حوزه اقتصاد همینطور، در حوزه های دیگری رو که در حوزه زندگی انسان هست، اینا اگر گفتیم این عقل معتبره، در این گونه موارد معتبر خواهد بود و میتواند اولا منبع دین باشد و ثانیا در صورت تعارض با منبع دیگر غلبه داشته باشد، برتری داشته باشد. این عقل دوم هم که عقل علمی میگیم، علوم تجربی، مانند عقل پزشکی، عقل داروسازی، عقل اینایی که در حوزه طبیعی هست که زمین شناسی، ستاره شناسی، حالا اون بخشای اینا هم همینجوری است که اینم عقله، منتها عقل برهانی نیست. در حوزه فیزیک عقل خیلی جا داره، ولی اگر عقل هست یا عقل ریاضی است و یا همین عقل تجربی است. یعنی حتی اگر مثلا گفته می شود که در فضا چنین اتفاقی افتاده است، 10 میلیون سال نوری جلوتر یا با فاصله اینقدر یه اتفاقی افتاده که حالا خبرش به ما رسیده است، اینا یه بخشی تجربی است، یه بخشی همین تجربیات در قالب برهان و استدلال قرار میدن. این هم قسم دوم. قسم سوم عبارت است از عقل ریاضی، عقلی که در حساب و هندسه و مثلثات و مانند اینها به کار می رود، که در گذشته خیلی استفاده می شد برای یه چیزهایی رو استفاده می کردن، ارتفاع کوها رو اندازه‌گیری می‌کردن بدون اینکه مثل این ابزارهای فعلی دوربین باشه که به راحتی دیگه حالا اندازه‌گیری می‌کنه، مساحت‌ها رو اندازه‌گیری می‌کردن، مساحت زمین رو، مساحت یک کوه رو که به این راحتی امکان پذیر نیست، اینا رو به راحتی اندازه‌گیری می‌کردن با توجه به همین عقلی رو که در حساب و هندسه به کار می‌رود. و بالاخره یه عقل دیگری هم وجود دارد که اینو بهش میگن عقل ناب، که در عرفان نظری به کار می‌رود. این عقلی که در عرفان نظری به کار می رود و عقلی که در حوزه فلسفه و منطق به کار می رود، اینا یه تفاوت دارن و هم تفاوت اساسی است و اون اینه که این عقل عرفانی عقلی است که در سفره، در زمینه، در قلمرو پاک روش کرده. اما عقل برهانی و فلسفی ضرورتی نداره اینجور باشه. یعنی در اون عقل برهانی میشه کسی حالا اهل نزاع هم باشد، ظلم و ستم هم کرده باشد، در این حال برهان هم ارائه کند، میتواند مثلا مال حرام هم خورده باشد ولی در این حال استدلال هم کند. اینجوری نیست که کسی در اون حوزه میخواد استدلال کنه، باید اول نفسش رو پاک کنه، زمینه پرورش و روش و تعالی عقلش رو پاک کنه. نه، میشه که مشروع هم خورده باشه، در این حال هر موقعی که عقلش سر جاش اومد، رفع خستگی شد، کدورت و خماری و نشئیش برطرف شد، استدلال عقلی هم بیارد، میشود. چنان که در حوزه های دیگر، در حوزه علوم، این در حوزه عقل تجربی، چه در حوزه علوم انسانی و تجربی، همچنین عقل ریاضی چنین چیزی امکان پذیر است، اما در عقل عرفانی چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلا اگر یه عقلی بود که یه نفر داره که این عقلش در یک محیط آلوده فعالیت میکنه، مثلا عقلش عقل عرفانی نیست، اون همون عقل یا عقل فلسفی است، یا عقل ریاضی، عقل تجربی و مانند اوناست، یا این کسان عقل نیست، خیال است، وهم است. ممکن در برخی از موارد برخی مثلا مشاهداتی داشته باشن، مکاشفاتی داشته باشن که میگه من دارم میبینم، شما نمیبینید. خب این داره میبینه، اما اینکه میبینه آیا با عقلش میبینه، با اون عقل ناب پاکش میبینه؟ خب این چنین چیزی که این نداره. آیا با هویت و حقیقت وجودیش داره میبینه؟ اونم که وقتی کسی عقل که نداشت، هزاران حجاب این هویت رو گرفته است و پوشانده است، با اونم که نیست، میمونه تخیل کرده است، توهم کرده است، یا ممکن اصلا مریض باشد. در برخی از موارد اینجوری نیست که اگر کسی مریض باشه باید همیشه دروغ بگه، این گونه نیست که اگر کسی مریض است